با سلام و درود مجدد خدمت دوستان و عزیزان، میخوام براتون از یک منبع درآمد صحبت کنم که هم براتون جالبه و هم میبینید که چقدر ایران مستعد درآمدهایی است که فکرشون شاید نتونه بکنه. فکر فکرشون میکنیم ها، ولی چی رو بهتون بگم، اینقدر توی 38-39 سال متاسفانه اینها تو سر این قضیه زدن که از ذهنمون خارج میشه، خارج شده است. تبلیغات تا دلتون بخواد اما عمل صفر. بحث توریست هست. دوستان الفن بهتر از من میدونن کشوری که وقتی اتفاقی درش بیفته، حکومت عوض بشه، خصوصا حکومت جمهوری اسلامی عوض بشه، یه عده خیلی زیادی در دنیا هستن که میخوان ببینن کشور رو ببینند. به خصوص با توجه به آثار باستانی که ما داریم، با توجه به قدمتی که ما داریم، با توجه به آب و هوایی که ما داریم، با توجه به چهار فصلی که ما داریم، با توجه به اینکه در فصل زمستان میتونن بیان توی دیزین و شمشک و کجا و کوه چهارمال برخی اسکی بکنن، چند ساعت بعدش بخوام برن کنار دریا خلیج فارس و اونجا شنا بکنن یا برن کیش. پس اینها یک نعمت هاییست که به هر جای هر جا داده نشده و این در ایران هست. الان که با شما صحبت میکنم، خیلی از شرکت خارجی هستن دارن خودشون آماده میکنن، چون اونا به خود شامشون قوی تره که حکومت خلاصه چا چند ماهی رفته از حکومت جمع میشه میره و توریسته زیادی میارن ایران. شاید دوستان رو به خودشون بگن که ما امکانات نداریم، امکانات هم داریم. توریست دوستان الان در دنیا همونجور که غذاهای ارگانیک داره مد میشه و مردم برمیگردن به طبیعت، برمیگردن به ذات خودشون، هر کس دوباره اصل خودش میگرده و از مصنوعی جسم مصنوعی خسته شده، الان در دنیا توریستی که برای ما توریست سه رقم داریم. یه رقم سرمایه دارند، پول زیاد دارند، اینا هتلای میرن که هرچی گرونتر باشه امکانات بیشتری بدن. مثلا اینجا هتل هست توی همین استانبول شاید 15,000 یورو یه اتاقش، در امارات داریم شاید 40,000 دلار، 50,000 دلار فرانجا هست بیرن. اونا دیگه کار به شما نداریم، اونا بشر عدد و تعدادشون زیاد نیست، شاید در سطح دنیا کنن 200-300,000 نفر بیشتر نباشه همچه پولی بخوام بدن. خب در ایران هم چرا هتل ساخته نشده، ساخته خواهد شد البته، ولی فعلا نیست. اما هتل دیگه هست، اما توریست گروه دومش توریستی هستش که کارمند هستن. اینها 11 ماه سال کار میکنن، پس انداز میکنن، جمع میکنن، یک ماه برن تفریح. اینا توان پرداخت هتل آنچنانی ندارند. توریست دنبال دو سه چیز هست، به خصوص توریست اروپایی دنبال جایی هست اینکه آفتاب باشد، آب و هوا به طور نسبی ثبات داشته باشد و امکان تفریح هم براش باشه. پس ایران مستعده. الان در اروپا اونایی که میرن کشور دیگه میرن، تعداد زیباره بر 50% توریست ها کاروان اجاره میکنن، ماشین کاروان دار اجاره میکنن، کنار رودخونه ها زندگی میکنن، 15 روز 20 روز یک ماه میچرخن، بعد نه ماشین که اجاره تحویل میدن، تصویه حساب میکنن، میرن دوباره زندگیشون. ما سازمان جهانگردی قبل از انقلاب خوب عمل میکرد، بعد از انقلاب خوب آمدن کاری کردن، اما سازمان جهانگردی چه سریع احیاش کرد و خیلی ها حاضر سرمایه گذاری کنن، چه داخلی چه خارجی، خیلی ها حاضر سرمایه گذاری کنن. اونم این هست که ما مناطق یه علاقه خیلی خوبی داریم، از کوهرنگ بگیرید مثلا همون حاشیه زرندرود تا مثلا برفرض تا سد در استان فارس، آبشاره معروف، در تمام استانها هر چهار فصل سال ما امکانات تفریحی داریم که میشه از یه چادر ایزوله استفاده کرد، قیمتش مناسبه، میشه اجاره داد، یک پاکسازی محیط میخواد و اینها بیان و اونجا زندگی کنن. مثلا در جایی که لاله واژگون هست فصل خودش بیان، در تابستون بیان، در جاهای مختلف از جزیره کیش گرفته تا سواحل دریای مازندران که ما چند هزار کیلومتر ساحل داریم، چه در خلیج فارس چه در استان مازندران، و اینها در فصل‌های مختلف میتونن بیان با قیمت‌های مناسب بیان و به جرئت بتونم در سال اول بالغ بر 100 میلیون توریست ایران خواهد اومد، چون اون حس کنجکاویشون هست، بعضی اصلا قدیمی هستن میخوان بیان و این 100 میلیون 80-90% کسایی هستن که با درآمد متوسط میان، اون رده بالا رو ما کار نداریم.
جزیره کیش رو میشه یک جزیره درست کرده کل کشور منطقه که امکانات براشون برقرار که کاری که زمان شاه میخواستن بکنن که متاسفانه دیدیم چی کار کردن. ولی الان خوشحال تو کیش هتل ایجاد ساخته شده، اما کیش باید مرکز تفریحی بشه، مرکز خرید درد نمیخوره، چون مرکز خرید ما چیزی فرما ارز نداریم، باید جای دیگه بیاریم، ولی خب بیشتر برای مرکز تفریحی هست. خب که کشورهای منطقه براشون مفید خواهد بود و ما میدونیم که قبل از انقلاب کیش رو شاهنشاه دست فرانسوی داده بودن برای حفظ امنیت و پلیس و همه چیش. تمام پلیسای کیش خانمای فرانسوی بودند، طاقت میرن و حوصله میکنن، حقوق میگیرن، کارم میکنن، درآمد هم داشت که تازه داشت شکل میگرفت که متاسفانه این بلا سر اومد. ما سواحل بندر عباس، بندر لنگه تا بوشهر، اینورم تا جاسک ساحل زیادی داریم، به خصوص برای فصل زمستان که آب هوا خیلی خوب است، آفتاب هست، و به خصوص برای اون دانش آموزا و برای محصلین در اروپا باید برن مناطق خوش آب و آفتابگیر، آفتابدار که داریم، امکانات خیلی زیاد داریم. خیلی ها دوستان از سقف زیر سقف برن، قبل اصلا تو اروپا تو آفریقا که من رفته بودم اونجا مثلا میدم اینا میان توی چادرها زندگی میکنند. حالا متاسفانه آفریقا 7-8 سال است که ایت دیگه وحشتناک شده و ایت ناامنی شده، نمیرن، میترسن، وگرنه دوست داشتن برن تو چادرها یا چادر با خودشون، برای خیلی زندگی طبیعی رو دوست داشتن و دوستم دارن که در کشور ما امکاناتش هست. البته در اکثر جاها ما داریم، مهماسر جهانگردی هم داریم، هتل هم داریم، اما اکثرا اینو دوست دارن و ما هم امکاناتش داریم و میشه سریعاً اقدام کرد، خیلی سریع میشه ساخت، خیلی سریع میشه هر جا 300-400 چادر زد، درستشون کرد، ایزولشون کرد، پاکسازی کرد و این هشه رزادی و خیلی مسئله، خیلی راحت میشه کار انجام داد، خیلی ساده است، یعنی سریع به بار میشین. 100 میلیون توریست تو سال اول اومدند، یعنی یک شارژ اقتصادی خیلی خوب واسه مردم عادی، چون اینا وقتی میان اونجا مثلا برفرض میان تو عشایر تو جای مختلف از همونا نون میگیرن، از همونا شیر میگیرن، کره میگیرن و با این زندگی ها معلوس شد، دوست دارن این زندگی رو، از زندگی ماشینی خسته شدن، اونه که علف فنن میدونم من چی میگم. پس امکانات توریست خیلی خیلی برای کشور ما درآمدزا خواهد بود و این ادامه هم خواهد داشت، ضمن اینکه خیلی از ایرانی دیگه از کشور خارج نمیشند، مثلا دیگه فلان کشور مالزی، فلان جا، فلان جا ترکیه، برای دیگه نخواهند رفت. تو کشور امکانات باشه، تو کیش امکانات باشه، یک مقداری از قشم امکانات باشه، چرا چه دیگه بخوان برند؟ ما امکانات خیلی خوبی داریم تو کشور، وقتی واسه تفریح آماده باشه، همه چی درست بشه، چش کا چه چیزی داره برن بچه، ما همه چی داریم، در فصل زمستان اسکی میکنه، 3-4 ساعت بعد میره بندر عباس شنا میکنه، این امکان در کشور ما هست، ضمنی که مقدار زیاد ارز خارج نمیشه، مقدار فوق العاده زیاد ارز وارد کشور میشه و بعد کم کم شکل میگیره و سالهای بعد هم همینطور، یک اقتصادی که خود به خود در سطح تمام قشرهای جامعه پخش میشه این پولش، این خیلی خوبه. یعنی چادرهای ما، زندگی عشایری ما، روستاهای ما، اینا همش وجد میان، اینا سرزنده میشن، شاداب میشن، خیلی خوبه. و این مخصوصا کشور ما که در دنیا صاحب نام هست، صاحب آثار باستانی هست، هر کسی. اما گروه سوم توریستایی هستن که اینها قبل از انقلابشون هیپی ها، اینا توان مالی ندارن، یک کوله پشتی خوشون میبندن، با یه هزینه کمی میان، معمولا یک ماه دو ماه میچرخن، اما بازم پول میارن، بازم تو کشور ما ارز میارن، یعنی ما چیزی رو نفرستادیم، صادر نکردیم که چیزی بیاد، خرجی نکردیم، اینا هر چقدر درآمد به کشور ما حتی یه 100 دلاری هم باشه، واسه کشور ما پولیست که آمده است، چیزی هم خارج نشده، هر چی هم بخورن پولش پرداخت میکنن، هر چی مثلا پولش پرداخت میکنن، هر امکانی هم پولش پرداخت میکنن و یک معجزه در کشور اتفاق میفته رو بسته مسئله ارزی. بعد دیگه ابتکارات شما، خلاقیت شما، روستاهای آنچنانی اینجوری اونجوری و افسارهام اینا دیگه کاری شما میکنید و جذب گردشگر میکنید که اون بحث علاقه است، تورهای زیادی میتونه فعال بشن و کار بکنن. بعد از همه مهمتر کبیری که ما داریم در دو تکه، تورهای کبیری که مثلا برن مثلا بگن ما یه روز در گرد نقطه دنیا بودیم، امکانات باشه، ساپورت بشن، ساپورت هوایی بشن، خدا نکنه مسئله بخواد پیش بیاد بشه. و بعد از همه مهمتر صنعت بیمه، بیمه توریست ها، بیمه بس پرسودترین کارهای دنیاست که رو بیمه حتما صحبت خواهم کرد، به شما خواهم گفت که چه درآمدی داره.
شرکت تراکمی راه میفتن و خیلی اصلا میان، همه میان برای سرمایه گذاری به خصوص رو بس توریست. و ما مثلا برفرض رو بحث کبیر کار تبلیغات باید بشه، البته میدونن من باید کارم باید بشه که میشه و جواب میده. پس توریست رو در نظر داشته باشید تا کوره دهات ما هم خواهن رفت، همه شهرها همه جا خواهن رفت، همه جا رو خواهن دید و به قول من به طور اتوماتیک اقتصاد رو به همه جا خواهن برد، فرهنگ رو خواهن برد. این خیلی خوب است و مردم دچار یک نشاط و شادابی خاصی میشن. خب یک کلیپ دیگه تو راه دارم، برای باز بحث اقتصادی هست، باز خواهم کرد بیشتر برای دوستان و بین هم دیگه بگید اینها رو، اینها رو بین خودتون بگید و ببینید که چه امکانات و پتانسیل در کشور ما هست که تا رو نایده گرفته شده. عزیزی دلیل ایام بکنم، روزگارتون خوش.